السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شام اربعین حسینی است، هدیه به پیشگاه مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا صلوات بلندی مرحمت بفرمایید. خوشنودی قلب مقدس حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، قطب عالم امکان و تعجیل در ظهورش، صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. هدیه به پیشگاه مرحوم حضرت آیت الله حسنزاده آملی و همه علمای عامل و همه شهدای در راه حق، صلوات سوم رو بلندتر خط بفرمایید. در جلسه گذشته محضرتون عرض شد مهمترین راهی که انسان باید پیدا کنه و در صدد پیمودن آن باشه، رسیدن به سعادتمندی است. و این جمله از امام حسین علیه السلام که فرمودن انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، نشان میده که ما برای سعادتمندی حتی باید جان خود رو فدا کنیم. و اگر انسان قرار باشه با ذلت زندگی بکنه و با ظالم سازش بکنه، این حیاتی به دور از سعادتمندی است. امام حسین علیه السلام مسیر سعادتمندی رو انتخاب کردند و ترجیح دادن اون رو به هر چیزی. اگر انسان بخواهد مسیر سعادتمندی رو طی بکنه، بر اساس روایتی که از امام کاظم علیه السلام محضرتون عرض شد، حضرت فرمودن که نیاز به چهار علم وجود داره. وجدت علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک، اولین علمی که برای سعادتمندی ما بهش نیازمندیم بحث خداشناسی است. و ثانی ان تعرف ما صنع بک، و دومین علم، علم خودشناسیه. انسان بدونه چگونه خلق شده، از کجا آمده و به کجا آمده و برای چی آمده. و سومین علم و چهارمین علم که قرار شد امشب خدمتون توضیح بدم، سومین علم رو حضرت می‌فرمایند که و ثالثه ان تعرف ما اراد منک. سومین نکته‌ای که برای سعادتمندی باید بدانیم بحث وظیفه شناسیه، که بدانیم وظیفه ما چیست، تکلیف ما چیست، تا با عمل به وظیفه و تکلیف به سمت کمال و هدایت حرکت بکنیم. مهمترین وظایف ما در سه دسته تقسیم بندی میشه. بخش اولش عقایده، یعنی ما باید دانشهای خود رو در بعضی از عرصه ها که عرصه عقیدتی و کلامی است تکمیل بکنیم. بدانیم انسان مبدعی داشته
و خدای عالم، خدای هستی که مبدأ همه چیز است، هستی و من جمله انسان رو به وجود آورده و انسان در عالم و در دنیا قرار گرفته. دنیا یک راه است و دنیا یک مسیر است، مقصد نیست، هدف نیست. اگر در راه قرار گرفته، لطف خدا، محبت و مهربانی خدا باعث شده که برای ما راهنما قرار داده. پس ما غیر از مبدأ شناسی و راه شناسی، راهنما شناسی هم باید داشته باشیم. پیامبران بزرگ و ائمه علیهم السلام رو به عنوان راهنماهای بیرونی و اموری هم از داخل وجود انسان به نام راهنماهای درونی، مثل عقل ما، فطرت ما، وجدان ما، الهام و سایر اموری که از درون کمک میکنن راهنماهای بیرونی رو، تا این دوتا دست به دست هم بدن و انسان بتونه مسیر صحیح رو طی بکنه. خب این راهنماها در طی راه به بشر کمک میکنن که به چاه نیفتد و راه رو طی بکنه و مسیر مستقیم رو طی بکنه که کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدف است. و به سمت کجا باید بره؟ به سمت مبدأ، به سمت معاد داره میره. از مبدأ حرکت کرده در راه و به سمت معاد داره حرکت میکنه، یعنی اونجا که اول بود. لذا ما عود پیدا میکنیم به مکان اولیه خودمون، انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا آمده ایم و خدای عالم ما را به وجود آورد و بازگشت همه هم به سمت خداست. فرق نداره، حتی کفار و مشرکین هم به سمت خداوند عالم برمیگردن. منتها مهمه که آیا ما به سمت صفت مهر الهی برمیگردیم یا به سمت صفت قهر الهی. خدای نکرده اون کسی که مسیر طغیان رو طی کرده به سمت قهر الهی برمیگرده. پس در بخش عقاید ما این اصول کلی رو باید بشناسیم و بدانیم و هرگز نباید انسان فراموش کنه از کجا آمده و به کجا باید بره. اونی که اعتقاد به معاد داره و اعتقاد به این که به سمت معاد داره حرکت میکنه، زندگیش متحول خواهد شد. اگر ما بدانیم که فردایی در کار است، اگر رفتار بدی از ما سر بزنه، عقاب این رفتار بد را خواهیم دید و اگر کار خوبی بکنیم، پاداش آن را خواهیم دید. این خیلی متفاوته با دیدگاه کسانی که میگن دنیا برای لذت جویی آمده، شخص تا جایی که میتواند بیشتر از این مواهب استفاده کنه برای لذت جویی، بعدم میمیره و مثل یک حیوانی که میمیرد و تمام میشود، او هم تمام میشود. پس دیگه برای این شخص فرقی نداره که حق کسی رو بخوره، کلاه سر کسی بذاره، ظلم به دیگری بکنه، دیگران رو چپاول بکنه، هر شکلی که ممکنه برای لذت جویی خودش باید استفاده کنه، چون برای لذت جویی و استفاده از این چند روز دنیا آمده. در حالی که در دیدگاه دینی میگه تو برای کسب کمال آمدی، لذا نگاه کن دنیا محل رنجه، محل سختی است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا تو در سختی آفریده شدی، تو در مشکلات آفریده شدی، هیچ راحتی رو پیدا نمی کنی مگر اینکه یک سختی در کنارش باشه. هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که در تمام زندگیش مشکلی را ندیده باشد و مشکلی را نداشته باشد. دیروز این بیان نورانی رو از حضرت امیر علیه السلام نقل کردم محضرتون که ما دلقامه قصیر الهمه، اگر بعضی قدشان بلند است همتشان کوتاه است. اگر کسی مثلا شکلش زیباست اخلاقش بد است، اگر کسی امکانات مادی خیلی زیادی داره سخاوتمند نیست، اونی که سخاوتمند دست بده نداره و اهل انفاق نیست. هر کسی یه مشکلی داره، هر کسی یک کمبودی داره. ساختار دنیا اینه که دنیا دارون بالبلاء محفوفه، تمامش با سختی و رنج همراه است. این نشانه اینه که ما باید رشد بکنیم، چون رنجه که انسان رو رشد میده، سختیه که انسان رو به کمال میرسونه. تا
تحمل مشکلاتی که موجب تعالی یک فرد میشه. پس معلوم میشه ما برای لذت جویی آفریده نشدیم، و الا قرار بود برای لذت جویی آفریده شده باشیم باید سر تا سر دنیا از لذاتی پر شده باشد که رنجی در کنارش نباشه. مثل عالم فرشتگان چطور اونجا مشکلاتی نیست، اونجا نامرادی هایی نیست، همه چیز وفق مراد است، ولی در عالم انسانی اینطور نیست. ما آمدیم که سختی بکشیم تا به تعالی برسیم، تا به کمال برسیم، و در قیامت و در معاد محلی که عود میکنیم اونجا نتایج اعمالمون را خواهیم دید. اونی که اعتقاد به معاد داره خیلی دیدگاهش فرق میکنه، خیلی عمل کردش متفاوت خواهد شد. یک کسی آمد تو مسجد النبی، گفت شنیدم شما پیامبر خدا شدید، بعضی از آیات الهی رو برای من بخوانید. حضرت یکی از مسلمان ها رو صدا زدن، گفتن تعدادی از آیات قرآن رو برای ایشون بخون، و او رفت چند تا آیه رو خوند. این شخص از مسجد رفت، گفت کفایت میکنه. آمد گفت یا رسول الله، شاگرد خیلی کم حوصله ای قسمت من شده بود. حضرت فرمودن چطور مگه؟ گفت من چند تا آیه رو خوندم و براش این آیه رو خوندم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مثقال یعنی ثقل، ثقل یعنی سنگینی. اگر کسی به اندازه سنگینی یک ذره، یعنی کوچکترین چیزی که با چشم ممکنه شما ببینید که سنگینی او در هیچ ترازوی حساب نمیشه، اگر کسی به اندازه این خیری انجام بده او را خواهد دید، و اگر کسی به همون اندازه یک شری انجام بده، بدی انجام بده، او را خواهد دید. نمیفرماید حتما به قیامت میرسه، در قیامت پاداشش رو میبینیم. نمیفرماید حتما در دنیا، در دنیا، در برزخ، در قیامت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت اینا آیات قرآنه، اینا بر پیامبر شما نازل شده؟ گفت بله. گفت کفایت میکنه، اگر من همین دوتا آیه رو بهش عمل بکنم کفایت میکنه. و از مسجد رفت. پیامبر خدا فرمودن آدم کم حوصله‌ای نبود، رجع فقیها، او دینشناس برگشت. اگر کسی اعتقاد به قیامت داشته باشه و بداند که هر عملی که انجام میده نتیجهش رو خواهد دید و خود همون عمل رو خواهد دید، دنیا دار مکافاته، این دینشناس برگشته. همین دوتا آیه کفایت میکنه. اگر ما اعتقاد به معاد داشته باشیم خیلی روحیه و عملکرد انسان فرق میکنه. قرآن میفهمد بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. دیدید بعضیا میپرسن میگن قیامت چی؟ قیامت کجا؟ فردایی در کار نیست، حساب و کتابی در کار نیست. خدا میفهمد میدونید چرا اینا این حرفو میزنن؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، چون میخواد فجور بکنه، چون میخواد گناه بکنه، میخواد حق کسی رو بخوره. خب کسی که قراره به کسی ظلم بکنه، اگر اعتقاد داشت فردایی هست و باید تاوان کارشو بده، نمیتونه ظلم بکنه. چون میخواد فجور بکنه و گناه بکنه و طغیان بکنه، یسأل ایان یوم القیامه، میگه قیامتی چی؟ قیامت کجا؟ قیامت رو منکر میشه. پس اونی که قیامت رو قبول داره، سیره او، روش او، عمل کرده او و زندگی او متفاوت خواهد شد. این میشه بخش عقاید. بخش بعدی بخش احکام است. ما در بخش وظیفه شناسی باید بدانیم چه وظایفی به عهده ماست، چه تکالیفی به عهده ماست. بعضی از امور رو واجب انجام بدیم و بعضی از امور رو باید ترک بکنیم. میشه واجبات و محرمات. انسان بخواد به کمال برسه همین دوتا کار رو باید انجام بده، انجام واجبات، ترک محرمات. عرفای واصل رو ببینید، هر موقع ازشون پرسیدن یه راهی نشان ما بدید برای کمال، هیچ کدومشون نگفتن که برید چجوری تو خانقاه بنشینید، چجوری ذکرهای طولانی بگید، چجوری چله نشینی کنید. گفتن نه، خانقاه شما تو خونه تونه، محل ریاضت هر کسی تو خونه خودشه، با زن و فرزندش اگه تونست خوب کار بکنه، خوب تعامل بکنه، با همکارش تو محل کارش اگه تونست خوب تعامل بکنه، اون اهل ریاضته، نه اونی که بره پشت کوه قاف توی خانقاه
خانقاهی توی اتاقی که هیچ کس نیست اونجا بخواد زندگی، اونجا که کاری نداره، اونجا که قرار نیست با کسی تعامل بکنیم، اونجا که قرار نیست گذشتی بکنیم، اونجا که قرار نیست احسانی بشه، اونجا که قرار نیست که ایثاری بشه، خودش هست و خودش. ولی اگر کسی تو خونه بود و در کنار همسرش و اونجور که دین میگه تونست با او با احسان رفتار بکنه، با محبت و صمیمیت رفتار بکنه، تونست فرزندش اونجور که خدا میخواد تربیت بکنه، بزرگترین رسالتی که یک انسان داره تربیت فرزنده. بعد از انبیا و ائمه علیهم السلام این رسالت به پدر و مادر داده شده که یه فرزندانی بهشتی، یک فرزندانی نورانی تحویل جامعه بدن. او انفسکم و اهلیکم نارا، هر کسی موظف اول خودش رو بهشتی کنه، بعد اهل خودش رو، اهلش میشه همسر در مرحله اول و بعد فرزندان. پس برای اینکه شخص به کمال برسه باید واجباتش رو انجام بده و محرمات ترک بکنه. هیچ فرمول دیگه عرفا نگفتن. ائمه ما علیهم السلام برای کسب کمال هیچ وقت چنین دستوراتی رو ندادن که بعضیا میگن مثلا چطور چله نشینی کنید، چطور ذکر بگید، چطور از همه فاصله بگیرید و منزوی بشید و سایر چیزهایی که بعضیا توصیه میکنن. البته گناه نکردن خیلی سخته، خیلی زحمت داره. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی لبشو میاره پایین، دندانشو نشون شاگردش میده، شاگردش میگه آقا چرا اینجور دندانتون گود شده، چیه؟ ایشون میفهمد 26 سال از در منزل که میخواستم برم بیرون یه ریگ کوچیکی کنار دهانم، کنار دندانم میذاشتم، تا وقتی میرم بیرون توی جلسه وارد میشن، خب همه انتظار داشتن قاضی حرف بزنه، اون عارف بزرگ. اول فکر میکردم سنگ تو دهانم بود نمیتونستم حرف بزنم، فکر میکردم این حرفی که میزنم گناه نیست، تهمت نیست، غیبت نیست، لغو نیست، موجب رشد طرف مقابل. همه شرایط رو اگر داشت آرام سنگ رو در می آوردم، حرفم رو می زدم و دوباره سنگ رو می زاشتم تو دهانم تا بی جهت زبانم نچرخه به گناه. شاگردم بعد از 26 سال مراقبه بر خودم تازه الان یاد گرفتم که زبانم بی جهت نچرخه و گناهی از زبانم سر نزنه. این تازه یکی از اعضاست. کار سختیه کسی بخواد گناه نکنه، خودشو کنترل بکنه، عصبانی نشه، پرخاشگری نکنه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمه بروجردی، برای اینکه عصبانی نشن خودشون رو تنبیه میکنن. یک بار سر درس به شاگردی عصبانی میشن، 365 روز روزه میگیرن، میگن من نذر کردم، باید این نفس تنبیه بشه. چرا عصبانی شدی؟ مگر یه مؤمن عصبانی میشه؟ مگر صداشو بلند میکنه؟ برای آموزش مهارت کنترل خشم خودشون رو تنبیه میکردن. 365 روز روزه میگیره به خاطر یک عصبانیت خودش. پس گناه نکردن درسته یک کلام ساده ایه، ولی عمل بهش خیلی سخته. بفهمیم کجا چه چیزی بر ما واجب است، در چه زمانی چه تکلیفی داریم، واجباتمون انجام بدیم و از محرمات بپرهیزیم. هر کسی در هر لحظه چه تکلیفی داره؟ الان تکلیف نماز داره، مدتی بعد تکلیف حج داره. خدا امکان مادی به او داده، در عمرش خدا فرموده اگر امکان مادی داری و مستطیع هستی از حیث مادی و از حیث جسمی و از حیث شرایط جامعه که میتونی بری و راه امنه، باید یک بار تو عمرت بری. یه موقع باید حج بره، یه موقع باید جهاد انجام بده، یه موقع باید خمس بده. تو خمس برای بعضیا خیلی سخته، پاشون میلغزه، میگن اینجا پول جان نیست که بشه راحت داد، بعضیا خیلی سختشونه پول بدن. یه موقع زمان جهاد میشه، باید بره جان بده، باید بره خون بده. هر کسی مثل شهدای ما حاضر نیست بره جانشو کف دست بگیره. هرچه ما داریم از استقلالمون، از افتخاراتمون، از امنیتمون، همه رو مدیون شهدایی هستیم که خونشون رو دادن و جانشون رو کف دست گذاشتن و به این واجب عمل کردن. هر کسی یه تکلیفی داره در هر لحظه. هر کسی تکلیف سیاسی اجتماعی ممکنه داشته باشه. الان تکلیف من چیه؟ باید من درس بخونم. الان دانشجوام، وقت درس خوندن منه، تکلیف اوه، باید درس بخونه. امام مجتبی علیه السلام میفهمن کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدى،
هر کدومتون باید دو تا ویژگی داشته باشید. یک، ظرف وجودیتون پر از دانش باید باشه. مسلمان نمیتونه بی سواد باشه، پر از دانش. خب دانش تنها، فقط عالم باشیم، فقط متخصص باشیم، فقط دکتر و پروفسور باشیم، فرمودن نه. و مصابیح الهدى، باید چراغ‌های هدایت باشید. غیر از اینکه خودتون هدایت شده اید، غیر از اینکه خودتون در مسیر هستید، غیر از اینکه خودتون انحراف از راه صحیح ندارید، دیگران رو هم باید هدایت بکنید با نگاه به عمل کرده شما به سمت خدا حرکت بکنن. مصباح الهدى یعنی فانوس دریایی. قدیما که کشتی‌های این امکانات پیشرفته رو نداشتن، یه چراغی لب دریا در بلندی قرار می‌دادن که از دور همه کشتی‌ها با دیدن این چراغ بتونن بیان به ساحل برسن و هدایت بشن. به اون میگن مصباح الهدى. اگر حسین علیه السلام مصباح الهدى است، یعنی با دیدن او، با الگو قرار دادن او، همه میتونن به مقصد برسن. امام مجتبی فرمودن اینجوری باید عالم باشید، همتون دانشمند و همتون چراغ هدایت دیگران، نه فقط خودتون هدایت شده باید باشید. وجعلنا للمتقین اماما. قرآن یادتون داده وقتی میخواید دعا بکنید نگید من متقی بشم. متقی که کف کاره، متقی یعنی گناه نکنه، واجباتشو انجام بده، یعنی گناه نکنه. گناه نکردن یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات. خب این میشه متقی. وجعلنا للمتقین اماما، ما بتونیم الگو، امام، پیشوا و مقتدای متقین باشیم. تو دانشگاه خوبای دانشگاه به شما نگاه کنن، فلانی عمل کرد چجوره، من مثل او عمل بکنم، فلانی تو این صحنه چجور عمل کرد، من به او اقتدا بکنم. حضرت فرمود هر کسی تکلیفش اینه که دانه ظرف وجودش پر از دانش و پر از هدایت. مسلمان بی سواد، مسلمان بی علم به درد نمیخوره. علی علیه السلام فرمودن ما قسم زهری الا سنفان، عالم متحتکن و جاهل متنسک. دو کس کمر علی رو شکستن. یعنی الان اگه بخوایم بدونیم کمر امام زمان عجل الله تعالی فی فرجه شریف رو چه کسی میشکنه، همون بیان حضرت امیر علیه السلامه. این دو کس کیا هستن؟ عالم متحتکن و جاهل متنسک، دانشمند بیدین و متدین بی سواد. اگه آدم متدین باشه ولی بی سواد باشه، به درد نخور باشه، چیزی بلد نباشه، با سواد باشه، متدین نباشه، نتیجهش میشه هیروشیما و ناکازاکی. دانشمندان اینو ایجاد کردن. بمب‌های شیمیایی رو کی ساخت؟ مواد مخدر شیمیایی رو کی میسازه؟ دانشمندان برجسته میسازن برای نابودی بشر. دین ندارن، برای پول کار میکنن، برای شهرت کار میکنن، برای مقام، برای لذت جویی، به امکانات مادی برسن، لذت بیشتر ببرن، بشریت نابود بشه بشه. پس باید این دوتا در کنار هم باشه. اینو بهش میگن شناخت وظیفه. من وظیفم چیه؟ تکلیفم چیه؟ تو هر لحظه وظیفم درس خوندن، باید درسمو بخونم. وظیفم بالا بردن تقوا و دین خودمه، باید متدین باشم. گاهی وظیفه سیاسی اجتماعی داره. امروز وظیفم شرکت در راهپیماییه برای تقویت نظام. امروز وظیفم رأی دادنه برای انتخاب یک رئیس جمهوری که بتواند مشکلات کشور رو برطرف بکنه و ظرفیت‌های غنی این کشور رو پای کار بیاره و قوه‌های این کشور رو به فعل تبدیل بکنه. وظیفه من هست، باید بیام تو صحنه. هر کسی در هر لحظه یه وظیفه داره. پس فرمود سومین اصلی که تو رو به سعادتمندی میرسونه وظیفه شناسیه. وظیفه دینی چیه؟ وظیفه اجتماعی چیه؟ وظیفه سیاسی چیه؟ تکلیف چیه؟ وظیفه ما در قبال شهدا چیه؟ الان هفته دفاع مقدسه. 223,000 شهید دادیم، در مقابل خون این شهدا چه وظیفه‌ای داریم؟ میتونیم یه جوری عمل بکنیم فردا پاسخگوی اونها باشیم؟ شهید حسین نادری میگه اینو تو وصیت‌نامه نوشتم که روی سنگ قبر من حک بکنید. اگه کسی آمد از کنار قبرستان عبور کرد بخونه و ببینه. فقط تو وصیت‌نامه نمی‌نویسم، گاهی ما نمی‌ریم وصیت‌نامه‌ها رو بخونیم. آیا شما در قبال اون وظائفی که با خون ما به عهده شماست وظیفتون رو انجام میدید؟ آیا ما میتونیم پاسخگوی خون اونها باشیم؟ حسین نادری میگه با یه فاتحه خوندن سر قبر ما و عبور کردن وظیفتون انجام ندادید. ما خونمون رو دادیم تا کشور رو تحویل شما بدیم. تو
تو اگر مدیری، تو اگر مسئولی، تو اگر دانشجو هستی، تو اگر هر مسئولیتی تو این کشور داری و توی این نظام داری، باید ببینی وظیفت چیه، وظیفه شناس باشی و تکلیفتو خوب انجام بدی. میگه شهدا ناظر عملکرد شماست، چشمهای شهدا، چشمهای هزاران شهید به شما دوخته شده است. شهید افتخاری میگه، تو وصیت نامش مینویسه، به عملکرد شما دوخته شده، ببینه شما چجور عمل میکنید. اونا ناظرن، اونا شهیدن و شاهدن، ما ایم که فردا باید جواب بدیم آیا تونستیم خوب عمل کنیم، آیا تونستیم امانت اونها رو خوب نگهداری بکنیم و به نسل بعدی تحویل بدیم. این نظام یک امانت دست ما، وظیفه ما چیه در قبال این نظام؟ خدا دوتا پیامبرش رو میفرسته، میگه یه دیواری داره خراب میشه، برید اونجا این دیوار رو تعمیر بکنید. میرن دیوار رو تعمیر میکنن، برمیگردن، قضا هم بهشون نمیدن، اذیتشون هم میکنن، برمیگردن. حضرت موسی به حضرت خضر میگه برای چی آمدیم این دیوار رو تعمیر کردیم، اونم با این شرایطی که با ما برخورد کردن. میفرماید گنج دوتا بچه یتیم زیر این دیوار، اگه این دیوار خراب میشد این گنج از دست میرفت. خدا نمیخواست این گنج از دست بره، این گنج باید به دست این دوتا بچه یتیم میرسید. یه گنجی خدا به دست ما رسونده با خون 223,000 شهید و چقدر جانباز و چقدر معلول و چه زجرهایی که خانواده های شهدا کشیدن و اسرای ما توی زندان های عراق کشیدن و همه مسئولین، همه مردم چه زجرهایی کشیدن. این گنج به دست صاحب اصلیش انشالله خواهد رسید و از دست نخواهد رفت. امام باقر علیه السلام پیشبینی میکنن که کأنی اری به قوم قد خرجوا بالمشرق. حضرت میگه انگار من الان دارم میبینم از شرق عراق گروه قیام میکنن، پیروز میشن، آخرش میفرمان لا یدفعونها الا الی صاحبکم. این نظام به دست کسی تحویل نمیشه مگر به دست صاحب اصلیش، حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه. خب خداوند نمیذاره این گنج از دست بره. مهم اینه آیا ما جز کسانی هستیم که وظیفه‌مون رو در قبال این نظام انجام بدیم؟ البته مهم نیست. اگه من و شما نباشیم خدای نکرده، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا انقدر کسایی داره که دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. خدا اونا رو میاره این دین رو یاری میکنه. این گنج از دست نمیره. ولی آیا ما جزء اونایی هستیم که باید دیوارهایی که در حال تخریب بریم اصلاح بکنیم تا این گنج آسیب نبینه؟ هر کجا این نظام که آسیبی داره، هر کجا که خللی وجود داره، هر کجا که خلعی وجود داره، بریم اون خلع رو پر بکنیم. آیا دنبال این هستیم؟ وظیفمون رو بشناسیم کجا آسیبه، کجا بد عمل کرد مسئول قبلی، من برم درستش کنم. کجا مشکل دارن مردم، من برم این مشکل رو حل بکنم. آیا من به وظیفم عمل میکنم؟ فرمود هر کسی بشناسد وظیفه خود را، چه وظیفه‌ای داره و چه کار باید بکنه، بره وظیفه‌شو عمل بکنه. تو هر لحظه ما یه وظیفه داریم، تو هر شرایطی یک وظیفه جدید ایجاد میشه. مگه چند سال پیش ما در قبال ویروسی مثل کرونا وظیفه‌ای داشتیم؟ شناخته شده نبود، ویروسی نبود. الان میگه شما وظیفه دارید مراقبت بکنید، از خودتون مراقبت بکنید، از سلامت دیگران مراقبت بکنید، ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو حفظ بکنید. البته فاصله فیزیکیه، فاصله اجتماعی غلطه. ما نباید فاصله اجتماعی بندازیم، قلب‌ها باید به هم نزدیک باشه، از نظر فیزیکی باید فاصله بیاندازیم. تهویه هوا، رعایت مسائل ایمنی، زدن واکسن، اون خطوط کلی که رهبری همواره دارن تاکید میکنن و مسئولین دارن تاکید میکنن. خب وظیفه ماست، تو هر لحظه هر کسی یه وظیفه‌ای داره. حالا اگر یک کسی بگه نه من دوست ندارم به این شکل عمل بکنم، خب تو خودت نمیخوای عمل بکنی، دیگری آسیب میبینه. تو اگر به وظیفت عمل نکنی مثل یک کشتیه که تو میگی من دارم زیر پای خودم رو سوراخ میکنم، خب سوراخ کردن زیر پای تو باعث میشه همه غرق بشن تو این کشتی، دیگران باید دست تو بگیرن. تو اگر نمیخوای ماسک بزنی، تو اگر نمیخوای رعایت بکنی، دیگری آسیب میبینه، او مریض بشه، پدر او، مادر او، اطرافیان او و همینطور. پس هر لحظه هر کسی وظیفه‌ای دارد. فرمود وظیفه شناسی سومین اصلی است که شما را میتواند به کمال برساند، شما را میتواند به سعادتمندی برساند. هر کسی میخواد سعادتمند بشه، سومین بخش اینه که وظیفه شناس باشه. ان تعرف ما اراد من، سومین بخش
وظیفه هم در بخش اخلاقیاته. ما چه تکالیف اخلاقی داریم؟ اگه یک کسی خوب بود ولی بی اخلاق بود فایده نداره. به پیامبر گرامی اسلام میفرمان فلان زن فلانتا تصوم النهار و تقوم اللیل، اهل روزه گرفتن، شباش به نماز شب و دعا و تهجد میگذره، ولی یه مشکل داره، زبونش همسایه ها را اذیت میکنه. حضرت میفرمان لا خیر فیها هی من اهل النار، بالاخره این جهنمی میشه. کسی که اخلاق نداشته باشه دیگران رو اذیت بکنه، آزار بده، جهنمی میشه. پس ما باید در بخش عقاید، در بخش واجبات، ترک محرمات و در بخش اخلاق این ستا رو رعایت بکنیم تا بشیم جزء کسانی که وظیفه شناس هستن و جزء کسانی که انتعرف ما ارادمه، بداند که چی خدا ازش خواسته و اونو انجام بده. و اما چهارمین علمی که امام کاظم علیه السلام فرمودن کسی میخواد سعادتمند بشه باید این علم رو هم داشته باشه و این کار رو انجام بده، انتعرف ما یخرجو که اندینک، دشمن شناس باشه، بدونه چه چیزی او رو از دینش خارج میکنه، چه چیزی او رو از راه خارج میکنه. اگر ندانه قطعا خواهد لغزید، چون اگه ما خواب باشیم دشمن ما خواب نخواهد بود، دشمن همیشه بیداره. یوسوس فی صدور الناس، یوسوس فعل مضارع، یعنی هر لحظه شیطان داره وسوسه میکنه، شیطان دست بر نمیداره. اگه من غافلم، اگه من خسته میشم، اگر من حواسم نیست، او حواسش هست، او همیشه فعاله. ما دو دست شیطان داریم، یکی شیطان درونی، یکی شیطان بیرونی. شیطان درونی همون نفس اماره است، نفسی که در درون هر کسیه، اعدو عدو و هر کسی نفس خودشه، او رو به سمت گناه، به سمت طغیان، به سمت راه غلط میکشونه، وسوسه میکنه او رو. و یه شیطان بیرونی، که شیطان بیرونی هم دو دسته هستن، عده‌ایش ابلیس و فرزندان ابلیس هستن، از اجنه، اینها شیاطین بیرونی هستن. و عده‌ای آدمای بد هستن، دوستان بد هستن که انسان رو از مسیر صحیح خارج میکنن. وقتی که تو سوره ناس به خدا پناه میبریم از اینها، میگیم من الجنت و الناس، خدایا از شیطانهایی به تو پناه میبرم که وسوسه‌م میکنن. اینا کیا هستن؟ من الجنه، یه سریشون از اجنه هستن، جنیان هستن، شیاطینن، ابلیس و بچه هاش، و ناس، بعضی هم آدم هن، دوست خودم هن، ولی دوست ناخلف، رفیق ناباب، اوی که من رو از راه به در میکنه و من رو از مسیر صحیح بیرون میبره. باید هوشیار باشه که تو دام شیطان نیفته. حضرت وقتی که ظهور میکنن ابلیس گردن زده میشه، بچه های ابلیس هم گردن زده میشن بعد از ظهور، ولی بعد از ظهور باز گناه اتفاق میفته، دار تکلیف قطع نمیشه. چرا؟ چون هم نفس آدمی فعاله، هم آدم های بد حضور دارن. اون موقع دیگه گردن شیطان نمیشه کارا رو انداخت، اون موقع دیگه خود آدم ها شیطان هستن و نفس اماره کفایت میکنه برای اینکه بتونه یک نفر اهل طغیان بشه. پس باید هر لحظه هوشیار بود و شناخت شیطان رو که ما رو از راه به در نکنه. هیچ کس هم در هیچ لحظه ایمن نیست از لغزیدن. کسی فکر نکنه که خب من دیگه ایمن شدم، من دیگه به مقام بالا رسیدم، من به مراتب عالی کمال رسیدم. نه، قرآن میفهمد یه نفر رو که خدا بهش آیت الله میگه به این مقامات بالا رسید. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پیامبرم قصه اون آیت الله رو بگو برای مردم که مستجاب الدعوه شد ولی از مسیر صحیح خارج شد و شیطان دنبال روح او شد یا او دنبال روح شیطان شد. بلعم باورا همتون قصه شو شنیدی. پس کسی اگه به مقام استجابت دعوتم رسید نباید مغرور باشه. خدا حفظ بکنه مقام معظم رهبری رو و سایه پر عزتشون رو تا ظهور امام عصر عجل الله تعالی فی فرجه شریف بالای سر ما نگه داره و به ایشون توفیق اتصال پرچم پر اهتزاز این نظام رو به دست صاحب اصلیش حضرت حجت عنایت بکنه خداوند. ایشون می فرمودن که یادتون باشه، بدانید بصیرت اونه که شمری که جانباز صفین بود، فرمانده لشکر حضرت امیر علیه السلام بود دیگه، تا لب در بهشتم پیش رفت تو جنگ صفین، مجروح شد تا لب شهادت پیش رفت، همین شمر آمد تو کربلا قاتل امام حسین علیه السلام شد.
اگه کسی بصیرت نداشته باشه اینجور راه رو اشتباه میره، اگه کسی مغرور بشه اینجور راه رو اشتباه میره. مگر شم یک کافر مشرک بود؟ مگر عمر سعد یک کافر مشرک بود؟ اینا متدینین مؤمن بودن، نماز شبشون تک نمیشد، جباهم سود، پیشونیاشون از جای مه علامت سجده داشت. امثال عمر سعد فرمانده لشکر شدن که یه عده نماز شب خون آمدن تو لشکر او، ولو اگر یه آدم بیدین به اصطلاح لاابالی رو می آوردن که کسی حاضر نبود بیاد تو لشکر او. لذا عمر سعد وقتی که میخواد بگه حمله رو آغاز کنید میگه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، لشکر خدا سوار اسباتون بشید و به بهشت شما رو بشارت میدم، بتونید بکشید حسین و اصحابش رو بهشتی شدید، کشتم بشید بهشتی شدید. پس هیچ کس ایمن نیست، در هر مقامی که باشیم هر لحظه ممکنه شیطان ما رو بفریبه و پامون بلغزه، باید مراقب بود. امام کاظم علیه السلام فرمودن دشمن شناسی، بدان دشمن چی کار میکنه. دشمن هر لحظه منتظره که تو رو بفریبه. تو مسائل سیاسی اجتماعی تو بخش وظیفه شناسی گفتم دشمن اینجا هم کار میکنه، چجوری شما رو مایوس بکنه، چجوری ناامیدتون بکنه، چجوری از نظام دلسردتون بکنه، دشمن چجوری نفوذ میکنه. چرا رهبری همیشه نسبت به نفوذ تاکید میکنن؟ شخص باید هوشیار باشه، دشمن شناس باشه، تا خدای نکرده گرفتار چنین آسیبهایی نشه. البته شیطان تکنیک هایی داره، یکی از تکنیک اینه که به تدریج انسان رو مبتلا میکنه، آرام آرام یأس رو میاره تو وجود انسان تا انسان دیگه کاملا مایوس بشه، آرام آرام انعطاف ما، علاقه ما و اشتیاق ما به حمایت از نظام و تعمیر دیوارهای روبه خرابش رو از دل ما میبره بیرون تا آرام آرام بی تفاوت بشیم و بعد اگر تلاش بکنه شخص رو بتونه حتی ضد انقلاب قرار بده یا حتی بتونه نفوذی قرار بده. شیطان پله پله قدم بر میداره. تکنیک پختن قورباغه رو میدونید؟ آب قورباغه رو بندازن تو آب جوش میپره بیرون فرار میکنه، میذارن تو آب سرد، آب سرد رو میذارن روی آتش، حرارت زیاد میشه میگه خیلی دوست دارم آب ولرمی، علاقه مندم، گرم میشه گرم میشه دوست داره، ولی داغ که میشه دیگه دوست نداره، منتها میخواد بیاد بیرون نمیتونه، مایچه‌هاش لخت شده دیگه، میمانه تا میپزه. شیطان اینجوری عمل میکنه، پله پله انسان رو به سمت گناه میکشونه، پله پله انسان رو از مسیر خارج میکنه، قدم به قدم. همیشه شتر دوست ها که 3000 میلیارد بردن اول تخم مرغ دوز بودن، هیچ وقت پله اول شخص نرفت بالا بنشینه. شیطان گام به گام پیش میره. لذا خدا تو قرآن میگه از تکنیک گام به گام شیطان برحذر باشید. یادتون باشه ای انسان ها، لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان تبعیت نکنید. قدم اول دنبال شیطان رفتی، بعد قدم دوم بری، قدم سوم تا آخر تو را میکشاند. این تکنیک شیطانه، خدا ما رو برحذر میداره. اول میگه یکم فکر گناه بکن. حضرت امیر علیه‌السلام میفرماید حتی فکر گناه هم نکن، من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، حتی فکر کردن به گناه تو رو به سمت گناه میکشونه و تو رو بدبخت میکنه. حتی فکر کردن به گناه، به تعبیر حضرت عیسی علیه السلام که حضرت میفرماید درست خونه ای توش رنگ کردن، شما آتشی درست بکنید دود همه دیوارها رو میگیره، درسته که دود خونه رو نمیسوزونه ولی همه دیوارها رو سیاه میکنه. درسته که فکر گناه ممکنه گناه نباشه ولی وجود انسان رو کدر میکنه و سیاه میکنه و بعدن یواش یواش زمینه گناه رو فراهم میکنه. لذا دین میگه حتی فکر گناه هم نکن. چرا الان بشریت گرفتار فانتزی جنسیه و درمان میرن درمانگرهایی در کشورهای دیگه وجود داره؟ به خاطر فکر گناه، به خاطر تصویر گناه، به خاطر تخیل گناه که اونا گرفتارش هستن. چرا اسلام میگه حتی فیلم بد نبین، عکس بد نبین، فکر بد نکن؟ چون اینا گامهای اولیه شیطانه. شیطان همیشه گام به گام وارد میشه. همیشه بدانیم درختهای بزرگ با یه چوب کبریت کوچک آتش میگیرن و میسوزن و جنگل‌های بزرگ با یک آتش کوچک و با یک جرقه کوچک نابود میشن. شیطان اینطوری بشریت رو نابود میکنه. پس جمع‌بندی کنم، فرمود ما باید به سعادت برسیم، برای سعادتمندی باید خداشناسی داشته باشیم، باید وظیفه شناسی داشته باشیم
و باید تکلیف خودمون رو بدانیم که تکالیف ما چیست و باید دشمن شناس باشیم و بدانیم که چجوری دشمن میخواد ما رو از مسیر خارج بکنه. انشالله خداوند توفیق بده همه بتوانیم به سمت سعادتمندی حرکت بکنیم. صلوات بلندی مرحمت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. اونایی که عاشق امام حسین علیه السلام هستن، اونایی که امام حسین علیه السلام تو قلبشون جا داره، دستشون رو بذارن رو قلبشون، اونا خودشون گفتن که قلب‌های مؤمنین قبور ما هستن، رو پنجره فولاد قبر حسین علیه السلام ما جامانده‌های اربعین، ما جامانده‌های اربعین دست بذاریم. از راه دور سلامی به حضرت، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از چیزهایی که خیلی جلوه داشت در زندگی و در سیره امام حسین علیه السلام رابطه عاطفی حضرت با کودکان بود و وابستگی بچه ها به حضرت، عشق حضرت به بچه ها و علاقه وافر بچه ها به حضرت. حر جوفی میگه وقتی حضرت به خیمه من آمدن برای نصیحت من، حضرت وقتی که با من صحبت میکردن از این ور خیمه به اون ور میرفتن، از اون ور به این ور میآمدن، دیدم نازدانه حضرت، دختر کوچک حضرت، 3 ساله، عبای بابا رو گرفته از این بره خیلی رو در کنار بابا قدم برمیداره میره و برمیگرده. با خودم گفتم این بچه ها از فردا چجوری میخوان بدون پدر تحمل کنن. لحظات آخره که حضرت میخوان به میدان برن، راوی میگه دیدم یه دختر 3 ساله دوید به سمت میدان کنار حضرت. به حضرت گفت یا ابت انظر انی عطشان. حضرت نشستن او رو در آغوش گرفتن و بازش کردن، او رو به خیمه برگرداندن. میگه پرسیدم این کیست؟ گفتن 3 ساله امام حسین علیه السلام. خیلی این سفر سخت بود برای این 3 ساله. 25 روز تو سفر سختی میکشید. گاهی به خواهرش سکینه میگفت یا اخته ای خواهر من، قد ذابت لحمی و موجتی، گوشت بدنم آب شد از این سفر، جگرم پاره پاره شد، کی به نتیجه میرسید، کی به مقصد میرسید، کی این سفر تمام میشه. گاهی میگفت مسیر رو نگه دارید، چطورها رو نگه دارید. 25 روز از لحظه شهادت امام حسین علیه السلام این طفل 3 ساله تو راهه، تو سفره، بیش از 835 کیلومتر راه رو تحمل میکنه. یه انسان بزرگم نمیتونی تحمل کنه. شب تو خراب خواب میبینه، از خواب بیدار میشه، بهانه بابا رو میگیره، میگه الان پدرم اینجا پیش من بود، الان تو آغوش پدر بوده. کجا رفت پدر؟ مادران میدونن اگر یه بچه 3 ساله، یه بچه کوچک نیمه شب بهانه پدر رو بگیره چه شرایطی پیش میاد. برای او ملعون دستور داد سر باباشو بیاره. وقتی که پارچه رو کنار زد گفت چی برا من آوردم، دید سر پدر، سر رو در آغوش گرفت. شاید با خودش میگه بابا جان همیشه تو منو تو آغوش میگرفتی، همیشه تو من رو نوازش میکردی و با من صحبت میکردی.
حالا من میخوام با تو صحبت کنم. من قطع وریدک. بابا جان چه کسی رگهای گردن تو رو بریده؟ من ایتمنی علی صغر سنی. بابا من خیلی کوچک بودم. من تو این کوچکی چجوری با یتیمی بزرگ بشم؟ من لیل یتیمت حتی تکبر، یه دختر 3 ساله یتیم بدون بابا چی کار کنه؟ چجوری سر کنه؟ آنقدر با پدر درد دل کرد که دیدن روح جان به جان آفرین تسلیم میکنه. وقتی که زینب سلام الله علیها سر قبر حسین علیه السلام میاد، خودشو از روی شطور روی قبر میاندازه، با داداش درد دل میکنه. شاید یکی از چیزهایی که میگه اینه: من همه امانت ها رو آوردم ولی از رقیه 3 ساله سوال نکن.